در پرتاب همزمان دو تاس متمایز احتمال اینکه مجموع اعداد رو شده برابر با یکی از اعداد حک شده روی تاس ها باشد کدام است؟ شبیه یکی از سوالای همین آزمونه. ببین چی داره میگه. میگه دو تا تاس رو میخوایم پرتاب کنیم، احتمالی که مجموع اعداد این دو تا تاسی که پرتاب میکنیم بالاخره یه جمعی داره برابر با یکی از اعداد حک شده باشه چیه؟ ببین شبیهش رو حل کردیم. اونایی که فیلمو کامل دیدن سوالا رو میدونن چی میخوام بگم. اگه دو تا تاس رو بندازی، که خیلی با هم توی آزمونای اخیر اینو کار کردیم، یه همچین جدولی داری، بعد میگی که آقا این که سوال میپرسی مجموعشون، من الان میخوام مجموعشون رو ببینم، برابر با یکی از اعداد حک شده باشه، اعداد حک شده یکی از اعداد حک شده یا یک یا دو یا سه یا چهار یا پنج یا شش دیگه، تاس اعداد حک شدهش ایناست دیگه. حالا میگه جمع اینا شبیه این بشه. خب جمع اینا که هیچ وقت یک نمیتونه بشه، که یک و یک هم بیاد جمعش میشه دو. چه زمانی جمعش میشه سه؟ یک با دو بیاد یا دو با یک بیاد. چه زمانی جمعش میشه چهار؟ یک با سه بیاد، دو با دو بیاد، سه با یک بیاد. این مثلثی داریم میریم جلو. چه زمانی جمعش میشه پنج؟ یک و چهار میشه پنج، دو و سه میشه پنج، سه و دو میشه پنج، چهار و یک میشه پنج. چه زمانی جمعش میشه 6؟ 1 و 5 میشه 6، 2 و 4 میشه 6، 3 و 3 میشه 6، 4 و 2 میشه 6، 5 و 1 میشه 6. و در واقع یه همچین حالتیه. اینا رو بشماری میشه 15 تا. تو یکی از سوالای همین آزمون داشتیم. مونتا کل اعدادی که دو تا تاسو پرتاب کردی چند تا؟ 36 تاست. پس میشه 15 36. نگاه بکنیم اینو تو گزینه‌ها نمی‌بینی. باید سادهش بکنیم. به چند سادهش می‌کنیم؟ به سه سادهش میکنیم. به سه ساده کنی بالا میشه پنج، پایین میشه دوازده. پنج دوازده هم کدوم گزینه است؟ گزینه شماره سه.